خب دوستان عزیز خیلی خوش اومدین، امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم و اظهار نظر فعال شما رو شاهدش باشیم. رفیق سیام یک توضیح داد که بحث در مورد متد حزب کمونیست کارگری به تحولات سیاسی تو ایرانه، ولی میخوام قبلش یه مقدار تحلیلامونه در مورد اوضاع ایران کلان یه اشارات بکنم، چون خیلی مسائل زیادی اتفاق افتاده که میخوام یه بحث صرفا خیلی تجریدی و کلی باشه در مورد متدمون، بعد میپردازم به اشاراتی هم میکنم به بحث متد. هر دوش بحث خب خیلی مفصلیه، ولی من مجبورم خیلی فشرده نکاتی رو توضیح بدم و حتما تو نشریات هست، تو برنامه های تلویزیونی بحثای مهم می تو این زمینه شده، مخصوصا بحثای مهمی همین تقوایی داشته. برحال احتمالا خیلی تون آشنا هستین، ولی برحال منم مروری میکنم به این موضوع. و نکته ای که میخوام بگم اینه که فکر میکنم الان تفاوت ما رو خیلی از مردم، خیلی از فعالین سیاسی و کسایی که کلن تحولات و مواضع سیاسی احزاب رو تحلیلاشون رو دنبال میکنن، تفاوت ما رو الان خیلی ها میدونن با جریانات دیگه. با راست که خب معلومه متعلق به کاملا دو جنبش متفاوتیم، و با جریانات چپ دیگه هم که به شکل احزاب و گروه های مختلفی هستن، خب تفاوت های بارز و جدی داریم. و الان بیشتر از هر موقع به نظر من جامعه در مقیاس وسیع‌تری داره تفاوت‌های ما رو تو تحلیلامون، تو شیوه برخوردمون، تو متدمون، تو نوع فعالیتامون، تو حجم فعالیتامون، تو همه زمین‌ها دارن بیشتر متوجه میشن و در این حال بیشتر اعتماد میکنن به حزب، به عنوان یه حزب سیاسی که تو تحولات ایران نقش داره و حرفای جدی میزنه و تحلیلاش تو جامعه داره عمل میشه در واقع بهش، و حقانیت تحلیل و نظراتش روز به روز بیشتر بلا فاصله راستش تو جامعه بیشتر نشون داده میشه و الان خیلی ها متوجه حقایق در واقع شدن و حزب توی موقعیت جدید قرار داد. به اضافه اینکه کلا خب تحولات سیاسی که سرعت میگیره خب و تند میشه، طبعا حقانیت این مواضع سیاسی زودتر چون تو خیابون پراتیک میشه، توسط مردم پراتیک میشه و با توجه سرعت حوادث زیاد هست، تحلیل‌های ما به نظرم با سرعت بیشتری حقانیت خودش نشون میده. من اشاره بکنم سال 57 موقعی که جریان ما اساساً نطفه‌هاش در واقع گذاشته شد، به سرعت موقع بس تحت عنوان مارکسیسم انقلابی، مارکسیسمی که واقعا مارکسیسم بود در مقابل نظرات خرده بورژوایی دیگه که تحت عنوان مارکسیسم ارائه میشد، چون یه انقلابی در جریان بود، چون هر روز اعتصاب بود، هر روز اعتصاب بود، دانشگاه‌ها، کارگرها، بخش‌های مختلف مردم تو خیابون بودن، به سرعت این حقانیت نظرات روشن شد و به سرعت از یه جریان کوچیک، گروه خیلی کوچیک، به سرعت تبدیل شد به یه جریان خیلی وسیع و عملاً هژمونی نظری و سیاسی و تئوریک در واقع پیدا کرد تو جامعه. الان هم به نظر من مقطعیه که نقش حزب به دلیل این تاریخ غنی از نظرات روشن و شفافی که داشته، به نظر من هر روز داره تو جامعه به طور محسوسی بیشتر و بارزتر میشه. خب آخرین اتفاقاتی که افتاده، من بگم چه اتفاقاتی افتاده و یا در واقع بیشتر بگم حزب به این اتفاقات چه برخوردی کرد. آخرین مسئله همین در 12 روز پیش، مسئله قتل سلیمانی بود، قاسم سلیمانی تو عراق بود که اتفاق افتاد. خب یه اتفاق سیاسی مهمی بود و ما بلافاصله موضع گرفتیم، بلافاصله اطلاعیه دادیم، بحث کردیم و گفتیم این اتفاق با توجه جمهوری اسلامی، بحرانی که جمهوری اسلامی داره، انزوایی که تو غرب داره، اعتراضاتی که تو عراق هست، اعتراضاتی که تو لبنان هست علیه کلا داردسته های اسلامی و حکومت های فاسدی که یه پاشون هم یه رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی دارن، و اعتراضات اساسی که تو ایران جریان داره و جنبش سرنگونی قدرتمندی وجود داره، جمهوری اسلامی رو این واقعه تضعیف میکنه و مردم اجازه نمیدن، چنان جنبش سرنگونی روشن و قدرتمنده که مردم اجازه نمیدن این مسئله مبارزاتشون تحت شعاع قرار بگیره و جمهوری اسلامی بخواد استفاده زیادی بکنه. گفتیم در این حال نکته دیگه گفتیم جنگی در کار نیست، گفتیم دوره جنگ دو قطب تروریسم، تروریسم دولتی در واقع آمریکا و غرب با تروریسم اسلامی، دورش تموم شد.
یه دوره‌ای بود که غرب احتیاج داشت واسه اینکه تو سطح دنیا هژمونی شو به دست بیاره. جنگ افغانستان رو داشتیم، اشغال عراق رو داشتیم و اون موقع داشتن شاخ به شاخ می‌شدن و این جنگ داشت، جنگایی داشت اتفاق می‌افتاد و آمریکا و اساساً احتیاج داشت واسه به این جنگا که موقعیت جهانی خودش بتونه دوباره تثبیت بکنه و حفظ بکنه. ولی الان نه آمریکا تو اون موقعیته و نه اسلام سیاسی و نه مشخصاً جمهوری اسلامی. خب طبعا هر دو طرفشون هم گفتن ما خواهان جنگ نیستیم، ولی نفس این که میگن نیستیم خیلی اهمیت نداره. مهم اینه که تبیینی داشتیم، ما تحلیلی داشتیم که گفتیم الان دوره دوباره شروع دوره جنگ تروریست‌ها نیست. هر دو طرف تروریستن، هر درگیری نظامیشون هم به یعنی جنگ تروریستیه، تروریست‌هاست با هم. ولی دیگه اون دوره‌ای که ما میگفتیم جنگ دو قطب تروریست، اون دوره تموم شده و بنابراین جنگ در کار نیست. و این یکی از تفاوت‌های تحلیل‌های ما بود با همه جریانات دیگه. خیلی ها گفتن الان جنگ میشه، الان خطرناکه. حتی یه ده اون شب که سلیمانی رو کشتن یه ده گفتن نخوابیدیم، گفتن فکر میکردیم آمریکا الان جمهوری اسلامی حمله میکنه. و اون شب که جمهوری اسلامی حمله کرده بود به پایگاه آمریکا که خیلی هم نمایشی بود و از قبل هم اطلاع داده بود به آمریکا که بدونین ما میخوایم عمل کنیم، عملیاتی بکنیم، مواظب باشین، خون از دماغ هیچ سرباز آمریکایی نیاد، ما زورمون همینقدر میرسه باید بهتون بگیم و تحریک نمیخوایم بکنیم و این کار میخوایم بکنیم. اون شب یه ده تا صبح بیدار نشستن فکر کردن الان آمریکا 52 نفر رو گفته میزنه، یه جنگ تمام عیار شروع میشه. ما گفتیم خبران نیست، با خیال راحت بگیرین بخوابین، جنگی در کار نخواهد چون هیچ کدوم از دو طرفی موقعیت نداره. اینا تبیین ما بود. و بعد که و یه ده گفتن خب این فضای جنگی دارن ایجاد میکنن، این به ضرر جامعه است، این فلانه. گفتم خب ما که خواهان جنگ و اینا نیستیم و جنگ اساسا به ضرر مردم توی مقطعه. ولی حتی اگه جنگی بشه اولا نمیشه، دوم جنگی هم بشه مردم میریزن سر جمهوری اسلامی، مثل سال دوره جنگ ایران و عراق نیست که بتونن بسیج کنن ببرن جنگ و تو جواب کش بدن. اتفاقی بیفته مردم پا میشن و شعارشون رو دادن، میگن دشمن دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همین جاست. جنگی هم بشه آمریکا هم حمله کنه، مردم پا میشن میگن واسه پایان جنگ باید جمهوری اسلامی رو نابود کرد. همونجور که بلشویکا سال 1917 موقعی که جنگ جهانی اول بود گفتن ما جنگی نداریم با کشوری دیگه، تزار رو باید سرنگون کنیم، جنگ ما همینجاست و این کار میکنیم. تو ایران هم اتفاقی الان بیفته این اتفاق میفته و مردم خیلی روشنتر از به اصطلاح بلشویکا و اون جامعه روسیه تو 1917 الان خیلی روشنتر هستن. سال پاس دارن تو خیابون شعار میدن، میگن دروغ میگین، دشمن ما همینجاست. و در نتیجه برای تحلیل ما این بود و این تفاوت ما با بقیه جریانات، خیلی از جریانات دیگه بود که فکر میکردن الان این فضای جنگی داره میشه و جمهوری اسلامی از این فضای جنگی استفاده میکنه. گفتیم نه، این جنگ تضعیفش میکنه، هم در عراق تضعیفش میکنه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی رو، هم در ایران. الان در عراق اعتراضات همچنان ادامه داره، بارها توی این یکی دو هفته علارغم اینکه اسلامی ها سعی کردن بسیج نیرو بکنن و فضا رو بگیرن، مردم حمله کردن به چادرهای هشت و شعبی و غیره، آتیش زدن بعضن. خب اونام یه درگیری داشتن ولی اعتراض نتونستن کارش بکنن. مردم تو خیابونای بغداد و ناصریه و نجف و کربلا و غیره و غیره مبارزه تظاهرات وسیعشون ادامه داره، تو میدان تحریر جمعن و بلافاصله اعلام خوشحالی کردن، شادی کردن، رقصیدن تو خیابون موقعی که اون رهبر هشت و شعبی و قاسم سلیمانی و یه عده دیگه از این تروریستا رو زدن. مردم خوشحالی کردن، نرفتن پشت شعار ضد آمریکایی که آیا آمریکا حمله کرده، بنابراین باید بریم پشت سر حکومت مثلا عراق و در مقابل آمریکا باشی. و تو ایران هم موقعی که جمهوری اسلامی تمام زورش رو زد، تمام تلاش رو کرد که از این مسئله استفاده بکنه و مزدوره خودشو از این شهر به اون شهر بکشه و جسد چرخونی بکنه و قدر قدرتی در مقابل مردم اساسا نشون بده، چون در مقابل آمریکا که مردم دیدن هیچ قدر قدرتی نشون نمیده. اساسا این تجمعاتش به خاطر این بود که به مردم نشون بده بعد از آبان بگه ما جمهوری اسلامی قویه، مردم با جمهوری اسلامی هستن. و ما همون موقع هم گفتیم که این به جایی نمیرسه، جمهوری اسلامی نمیتونه نفعی از این ببره، فضای جامعه به شدت اعتراضیه، به سرعت برمیگرده این فضا. و واقعا بعد از قضیه کرمان که آخرین روز تجمعات مراسم‌های نمایش در واقع جمهوری اسلامی بود، دو روز یا سه روز بعدش تظاهرات اعتراضی تو دانشگاه و تو شهرهای مختلف ایران شروع شد و این دفعه خیلی تندتر و رادیکالتر. شعارها آبان هم تند بود علیه جمهوری اسلامی بود، دی دو سال پیش هم خیلی تند بود علیه جمهوری اسلامی و کاملا سرنگونی طلبی بود،
ولی این دفعه خیلی روشن‌تر رأس حکومت تمام شعارها متوجه خامنه‌ای و سپاه پاسداران شد. بیشتر شعارها محورش راجع به خامنه‌ای بود و در این حال سردار تروریست و قاتل جمهوری اسلامی رو که خیلی جمهوری اسلامی حساب میکرد، مردم سکه پول کردن تو خیابونا، پوستراشو آتیش زدن، کشیدن پایین، گفتن سلیمانی قاتل، رهبرش هم قاتل و جاهل و ظالم و انواع صفات رو به خامنه‌ای نسبت دادن، علیه سپاه پاسداران شعار دادن. و یکی از شعارهای جالبشون همین اخیراً دادن، نه رفراندوم نه اصلاح، نه رفراندوم، اعتصاب انقلاب. یعنی فراخان خیلی عملی تری در واقع دادن، اینکه باید اعتصاب سراسری کرد، باید انقلاب کرد. و یه شعار محوری هم مردم جمهوری اسلامی نابود باید گردد بود دیگه. حتی اینکه اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا اینو دادن، ولی دیگه اونا شعار اصلی نبود. شعار اصلی حتی جمهوری اسلامی نمیخوایم نبود، گفتن جمهوری اسلامی نابود باید گرد دیگه. حجت رو به اصطلاح مردم تموم کرد. به این تبیین ما بود در عرض چند روز، همینجور گفتم موقعی سرعت تحولات زیاده، در عرض چند روز حقانیت در واقع تبلیغات حزب خیلی روشن خودشو نشون داد که یک، جمهوری اسلامی تو موقعیتی نیست که بخواد کار جدی بکنه، دو، نمیتونه از این فضا استفاده کنه جنبش سرنگونی مردم عقب برونه، سه، دوره جنگ تروریستا تموم شده و همه اینا در واقع حق و جنگی در کار نخواهد بود و مبارزمون علیه جمهوری اسلامی مردم باید ادامه بده. این تبیینای حزب بود که خیلی سریع حقانیت شد تو این دوره نشوند. خب قبلترش ما موقعی که اعتراض تو آبان شروع شد، تبیینمون این بود که گفتیم این اعتراضات تموم نمیشه، حتی اگر سرکوب کنن 4 روزم آروم بشه، این دفعه 2 سالم طول نمیکشه. تمام اطلاعیه‌های حزب، مصاحبه‌هایی که رهبران حزب کردن با تلویزیون کانال جدید و مقالات و مصاحبه‌ای شد، همه تاکید روی این بود که این اعتراض، این خیزش تموم نمیشه، برمیگرده شرایط جامعه. عده مردم موقعی که زدن کشتن، 1500 تارون کشتن و ناامید میشن، فکر میکنن دیگه تموم شد، دیگه حالا میریم دو چند سال دیگه. ولی امروز دیدم، فکر میکنم دویچه وله یا یکی از تلویزیون‌های به هر حال فارسی زبان غیر بسا خارج کشوری غیر حزبی منظور گفته بود که سرکوب هم به آرامش در ایران کمک نکرد. یعنی الان تو غرب هم الان این تبیین رو دارن میدن. و این دیماه 96 هم اتفاقی که افتاد، گفتم این دفعه سیر این دفعه جامعه میره به طرف، حتی سرکوب هم بکنن جامعه میره به طرف عمق پیدا کردن، اعتراضات خیلی عمیق‌تر میشه، شعارها روشن‌تر میشه، تشکلها بیشتر میشه، اعتصابات بیشتر میشه. و همین اتفاق افتاد. بعد شاهد اعتصاب رانندگان بودیم در سطح سراسری کش، که فکر نمیکرد راننده‌های کامیون همچین اعتصاب همچین موقعیتی دارن و دست به اعتصاب سراسری میزنن. یه بخشی از کارگرا مثل راهن و مثل بخشی دیگر رو یادم نیست دست به اعتصابات سراسری زدن. معلم‌ها 2-3 بار دست به اعتصاب سراسری زدن در سطح کشور، هر بار 60-70 شهر دست به اعتصاب زدن. اعتصاب سیاسی تو کردستان شاهد بودیم، اعتصابات بسیار باشکوه و قدرتمند یاد فولاد عباس و هبکو هفت‌تپه شاهد بودیم. شعار اداره شورایی مطرح شد تو این دوره و خیلی جامعه به نظر من شفافتر، روشنتر، عمیق‌تر، چپتر و رادیکالتر در مقابل جمهوری اسلامی وایساد و ما تبیینمون همین بود و همه اینا در واقع عملی شد. و من اینجا یه نکته که میخوام بگم اینه که حزب همه تو لااقل اکثر اینا نقش خیلی مهم و تاثیرگذاری داشت، یک پای ماجرا بود. اینجور نبود جامعه داره کارایی میکنه، خب حالا حرفای حزب هم معلومه که حقانیت داره. حزب در اینا تو ایجاد یه همچین فضای سیاسی سهم داشت و نقش مهم ایفا کرد. منتها یه سوالی که مطرح میشه، چرا حزب، میخوام یکم برگردیم قبل‌تر ببینیم چرا حزب تبیناش، تحلیلش چی از جمهوری اسلامی که اینجور منسجمه، اینجور نوسان نمیکنه، با هر اتفاقی بیفته یه دفعه یاد حالا قرار جنگ بشه دوباره برگرده به فضای جنگی و جامعه عقب میره و دوباره 20 سال عقب میفته. تبیین حزب چیه؟ تحلیلش چیه که اینجور انسجام داره و اینجور محکمه و اینجور حقانیت خودش نشون میده؟ ما از همون موقعی که جمهوری اسلامی اومد سر کار، تبیین اون بود که تقریبا سرکوبا که شروع شد دهه 60 و جمهوری اسلامی دیگه اون دوره رو پشت سر گذروند، تبیین ما این بود که جمهوری اسلامی یه حکومت بحرانیه، یه بحران سیاسی داره، یه بحران اقتصادی عمیقی داره، رابطه‌شو با غرب نمیتونه حل کنه
و این منشه همه بحرانای یک تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته و اسم بردیم از بحران آخر، گفتیم 20 سال پیش و خورده سال پیش بود گفتیم بحران آخر جمهوری اسلامی. خب این سوال مطرح میشد آخر پس تا کی؟ یه سال، دو سال، سه سال؟ اون دیگه معلوم نمیشد تعیین کنی چند سال بعد سرنگون میشه یا به هر حال این بحران کار جمهوری اسلامی میساز. مونتا گفتیم جمهوری اسلامی از این بحران در نمیاد، جامعه اقتصاد جمهوری اسلامی متعارف نیست، یه اقتصاد نرمالی نیست، اقتصاد سرمایه‌داری جای دیگه هم سرکوب میکنن، استثمار میکنن، نابرابری از ظلم هست. منظورم فقط اینا نبود، گفتیم علاوه بر اینا جمهوری اسلامی توی حالت بحرانی قرار داره و بحرانش رو نمیتونه بحران اقتصادش حل کنه. اگه بخواد رابطه بگیره با آمریکا و با غرب، با اون به اصطلاح ایدئولوژی و اون شعارهایی که اومد سر کار علیه شیطان بزرگ و علیه امپریالیسم و فلان، این تناقضات پدرش رو در میاره و یه جور عقب نشینی میشه و مردم میریزن سرش. و اگه بخواد این رابطه رو حفظ کنه، نمیتونه اقتصاد سرمایه‌داری بدون اینکه رابطه داشته باشه با کشورهای دیگه و مشخصا با آمریکا و غربی رابطه معمولی که دولت‌های دیگه سرمایه‌داری دارن، اگه این رابطه رو نداشته باشه، اقتصادش همچنان تو گل گیر کرده، دچار بحران میشه. همین این تبیین ما بود که یکی از محورهای تبیین ما، تحلیل ما راجع به جمهوری اسلامی این بود و تفاوت داشت با تقریبا همه جریانات دیگه، با همه احزاب و گروه‌های چپ دیگه، کمونیست دیگه، تفاوت داشت و خودشون آشکارا به اسلام نشون داد که چه تبیین عمیق و تحلیل درستی بوده. و واقعا جمهوری اسلامی هیچ وقت از این وضعیت در نمیاد. خاتم اومد سر کار، یه دو گفتن ممکنه حل میشه، داره بخیه رفورم هایی میکنه، گفتیم نه، شکافشون بیشتر میشه، مردم اعتراضشون بیشتر میشه، اینا نمیتونن مشکل حل کنن. احمدی نژاد اومد، روحانی اومد، حرف اون یکی بود و همین روال اتفاق. یه محور دیگه بحث ما در مورد چیز بود، در مورد جنبش سرنگونی بود. از سال 78 که نسل جوانتری که اینجا هستن شاید یادتون نباشه، روزنامه سلام وابسته به یکی از جنایی جمهوری اسلامی بود، جمهوری اسلامی داشت میوست چون یکم انتقادی بود، تهران شلوغ شد. 6 روز تظاهرات بزرگ دانشجویی و موقع کوی دانشگاه اتفاق افتاد، اون جنایتی که جمهوری اسلامی کرد، و 6 روز خیابونه تهران شلوغ بود، ده ها یا صد ها هزار نفر دست به اعتراض زدن. مهره یه بخشی از حکومت رو یه جور داشت چون روزنامه وابسته به حکومت رو زده بودن، ولی ما منصور حکمت با تیزبینی و درایتی که داشت گفت جنبش توده‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی شروع میشه و شروع شد. در واقع اون نقطه عطف بود تو تاریخ ایران و ما از اون مقطعش وقت بحث جنبش سرنگونی جایی نبود، ولی منصور حکمت اینو دید و تبدیل شد به تبیین حزب، گفتیم یه جنبش سرنگونیه. زنی که اعتراض داره به خاطر سرنگونی حکومت داره اعتراض میکنه چون بدون سرنگونی مشکل حل نمیشه، کارگری که اعتراض داره به معضلات اقتصادی بدون سرنگونی حل نمیشه، جوانی که آزادی میخواد، رفاه میخواد، همه اینا بدون سرنگونی جمهوری اسلامی حل نمیشه. فرق داره این بحران اعتراض با اعتراضاتی که تو غرب هست، مردم اینجا تو همین سوئدش یا تو انگلیسش یا تو آلمانش علیه بیکاری و دستمزد پایین اعتراض میکنن، ولی برای سرنگونی فعلا نیست این شعارهای اعتراضات، ولی تو ایران گفتیم از جنس سرنگونی. سال 88 شد، چون این تبیین داشتیم منتظر حتی جلسات و تصمیم بگیریم نشد حزب کمونیست کارگری. 88 که اعتراض افتاد گفتیم انقلاب و یه خیزش حق طلبانه مردمه، درست از انتخابات به اصطلاح انتخابات قضایی و تقلب تو انتخابات شروع شده، ولی هر چی شروع شده مردم اعتراض دارن به جمهوری اسلامی، از این فرصت استفاده کردن ریختن بیرون، حق دارن. یه عده گفتن نه، چون به خاطر انتخابات بوده پس این یه جنبش سیاهیه، پس ارتجاعیه، پس نباید ازش حمایت کرد، پس مردم برین خونه‌هاتون. ما گفتیم این یه جنبش حق طلبانه مردمه و باید ازش حمایت کرد و مردم سرنگونی میخوان. و همون سال دیدیم کم کم بحث موسوی کروبی رفت کنار، شعارای موسوی بهانه است کل نظام نشانه است اومد جلو و کم کم رسید به عاشورا که موسوی کروبی هم خیلی خود سری خودشونو به اصطلاح جدا کردن از این اعتراضات و کاملا یه جنبش سرنگونی طلبانه ضد خامنه‌ای، ضد مرگ بر دیکتاتور، این شعارا جای اون رو گرفت و حقانیت اون اعتراض خودشو نشون داد و حقانیت موضع حزب کنسکاری خودشو نشون داد. 96 بود، خب اونایی که گفتن جنبش سرنگونی، دوره‌ای که افت کرد گفتن جنبش سرنگونی در واقع نیست و خیلی از چپا گفتن، تبیین ما سر جاش بود، گفتیم این جنبش سرنگونی است ولی تا انقلاب نشده افت و خیز داره، بالا و پایین میره، ولی این جنبش وجود داره و دوباره خودش نشون میده. 96 خودش نشون داد، باز ما با تبیین ما کاملا سازگار بود. بعد 98 اتفاق افتاد و هر بار گفتیم عمیق‌تر و اساسی‌تره و کمر جمهوری اسلامی بیشتر داره میشکنه.
و همه اینا ثابت شد. علت اینکه الان هم تو این مسائل اخیر، تحولات اخیر گفتم اینجور نظرات ما اینجور حقانیت شد و نشون داد و اینقدر واقع بینانه بود، اینا به خاطر اینکه تحلیل ها و تئوری های خیلی عمیقی، نظرات خیلی عمیق و کار شده و منسجمی پشت تفکر ما وجود داره و همین دلیل دوچار هی افت و خیز و هی زیگزاگ زدن و هی موضع عوض کردن نشدیم و همه مواضع 30-40 سال گذشته اون میتونیم دوباره تو کتاب چاپ کنیم، بیاییم رو میز بگیم که ما چه تبیین داشتیم، چون یه تبیین مارکسیستی عمیق و واقع بینانه داشتیم از اوضاع و خیلی منسجم. من چون خیلی وقت ندارم برم سر یه نکته رو بگم و بعد برم نکاتی هم در مورد متد حزب اشاره کنم. این وضعیت جمهوری اسلامیه و گفتیم ضعیف میشه و الان ضعیف شد و صحبت امروز خامنه‌ای، سخنرانی امروز خامنه‌ای به نظر من نشون داد جمهوری اسلامی تا چه حد درمانده است. به نظر من صحبت خامنه‌ای اوج درماندگی جمهوری اسلامی رو نشون داد. حرفی برای گفتن نداشت. با این اهن و تلوپ و بعد از 6 سال اومد و از تمام شهرها گفتن تمام شهرها خواستن بسیج کنن و که دوباره قدرت نمایی کنن در مقابل این اعتراضاتی که تو اخیراً تو ایران شد، تو دانشگاه‌ها و تو شهرهای مختلف شد، ولی اومد یه مش فوش به غرب و فوش به کشور اروپایی و انگلیس و فلان، آخر سر گفت پایین حال ببخشید ولی ما احتیاج داریم به مذاکره و آماده ایم واسه مذاکره و بالاخره علارغم اینکه همتون دارین ما رو میکوبین، علارغم اینکه همتون حسین دارین محکوم میکنین، خواهان افشای حقایق پشت جنایت زدن هواپیمای مسافربری شدین، ولی ما مجبوریم مردم بالاخره باید با اینا مذاکره کنیم و مذاکره اون به یه جایی برسونیم و برجام و متن احتیاج داریم و باید کوتاه بیاییم و نگفت ما وای میسیم و تو دهنه این اون میزنیم و فلان بکنیم. معلومم بود ما دیشب اطلاعی داریم گفتیم چی نیست، حرفی گفتن در واقع خامنه‌ای نداره. امروز قاعدتا همه حتی حواریون خامنه ای انتظار داشتن بیاد صحبت جدی بکنه، خطی بده به نیروهاش، روحیه بده به روحیه ضربه خورده در واقع مزدوراش بتونه بازسازی کنه این روحیه رو، ولی حرفی واسه گفتن در واقع امروز نداشت و هیچ نکته قابل توجهی نداشت. احمد خاتمی غیره میگن ما که تند و تیز از شما آقا صحبت میکردیم، شما لازم نبود امروز بیا چیزی واسه گفتن نداشتی. میخوام بگم صحبت امروز خامنه ای اوج به نظر من ضعف، درماندگی، زبونی، استیصال جمهوری اسلامی رو هم در مقابل مردم هم در مقابل غرب به نظر من کاملا امروز نشوند. این موقعیت جمهوری اسلامی. اما برم سراغ در واقع متد ما، شیوه برخورد ما که مقدار خود این تحلیل ها و شیوه های برخورد اونم از اون ناشی میشه اشارتی بکنم. چند تا نکته است. یکی اینکه ما گفتیم انقلاب سلبیه. شاید این اصطلاح رو تو ادبیات از دوره منصور حکمت از سال فکر میکنم 2000 بود، یعنی درست 20 سال پیش این مسئله مطرح کرد. خب انقلاب سلبیه، یعنی مردم میان میگن این حکومت رو نمیخوایم، شعاراشون اثباتی نیست، شعاراشون سلبیه، میگن نمیخوایم استثمار، نمیخوایم حکومت مذهبی، نمیخوایم حکومت ضد زن، نمیخوایم حکومت فلان، نمیخوایم. نمیان تو خیابون بگن ما سوسیالیسم میخوایم، ما جامعه فلان و فلان میخوایم، جام میان سلبی میگن چی نمیخوایم. انقلاب همگانه سلبیه، معنیش اینه. و خب این من به اصطلاح مبنای خیلی از تحلیلای ما، نحوه برخوردمون به اعتراضات مردم 88 رو همینجور توضیح میدیم، 78 رو همینجور توضیح میدیم. گفتیم مردم ریختن تو خیابون میگن نمیخوایم حکومت، حالا با هر شعاری اومدن، چون کمونیسم در رأس اعتراض 78 نیست، خب مهره یه چیز دیگر ممکنه بخوره، ولی مردم نمیخوان، اومدن تو خیابون 88 هم اومدن به هر دلیلی میگن نمیخوایم حکومت رو، 96 هم اومدن میگیم نمیخوایم، 98 هم میگن نمیخوایم. به شعارهای امروز مردم که نگاه میکنی همش سلبیه، میگن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید نابود بشه. تو شعارهای مردم کمتر میبینیم که تصویری بده از آینده جامعه، آینده جامعه چجوری باید باشه، آزادی های بیقید شرط باید باشه، نمیدونم فلان برابری زن و مرد باید باشه. خب اونا رو دارن عمقی جنبش ها دارن کار میکنن، تشکل های کارگری، معلم ها و غیره غیره تو قدنامه هاشون دارن میگن و باید حزب هم داره دائم و دائم سر اینا کار میکنه. منتها توده مردم که میاد تو خیابون انقلاب میخواد بکنه با شعار سلبی میاد و هیچ به اصطلاح نشون دهنده این نیست که این جنبش عمیقا مثلا سوسیالیستی نیست، رادیکال نیست، چپ نیست، آزادی خواهانه نیست، حتما باید خطوط جامعه آینده رو بگه تا بشه از حقانیتش دفاع کرد.
ما گفتیم این یکی از به اصطلاح نکات اساسی تبیین متد ما تو برخورد به انقلاب. یه نکته دیگه این که انقلاب همگانی. خب خیلی از گروه چپ اگه ادبیاتشون مطالعه کنین میگن خب 57 هم اگه شکست خورد انقلاب به خاطر اینکه همگانی بود. ما بحثمون اینه که نه، جنبش‌های مختلفی بود ولی هژمونی جریان ملی اسلامی و اونم جنای راست ملی اسلامی، جریانات خمینی و غیره و غیره، اونا در واقع رهبری رو به دست گرفتن و انقلاب 57 اینجوری شد. منتها انقلاب همگانیه به این معنا که هیچ انقلابی فقط طبقه یک طبقه معینه میاد تو خیابون بقیه مردم میشینن تماشا میکنن یا تو خونه‌هاشون میشینن. انقلابات بورژوایی که تو قرن 18 و 19 و اینا تو کشوری مختلف شد اینجور نبود که مثلا دهخانا اومدن تو خیابون علیه اربابا یا فقط بورژوازی اومد تو خیابون بقیه تو خونه نشستن. توده مردم ناراضی هستن انقلاب اتفاق میفته و توده مردم وقت تو خیابون میان اعتراض میکنن. یکی از سر مسئله الان تو جمهوری اسلامی، یکی از سر مسئله بیوقی زن اعتراض میکنه، یکی از بیوقی اقتصادی اعتراض میکنه، یکی میگه چرا آزادی ندارم اعتراض میکنه، یکی میگه چرا اعدام میکنه اعتراض میکنه، یکی میگه چرا مذهب دیگه دارم داری منو سرکوب میکنی. مردم به دلایل مختلفی ناراضی ان میریزن تو خیابون اعتراض میکنن. به این معنا انقلاب همگانیه. مهم اینه که رهبریش دست کی میفته و ما حزب کمونیست کارگری تلاشش اینه که رهبری رو بگیره به دلیل سابقه روشنی که داره، تاریخ روشنی داره، اهداف روشنی که داره و تأثیراتی گذاشته. امروز فضای جامعه ایران چپه، فضای اعتراضات چپه. مردم میگن اعدام نمیخوایم، مردم میگن سرکوب نمیخوایم، بیحقوقی نمیخوایم، نابرابری نمیخوایم، حقوق نجومی، فقر عمومی، فلاکت عمومی که شعار میدن میگن نمیخوایم. مردم در واقع به یه معنا سلبی دارن میگن چه جامعه میخوایم به شکل سلبی. و تو قدنامه ها و بیانی های تشکل ها که بخش پیشرو جامعه خیلی فرق داره با سال 57، اصلا زمین تا آسمان جامعه ایران با سال 57 فرق داره و خیلی روشن دارن میگن چه نارضایتی داریم و چه چیزایی نمیخوایم. به این معنا منتها همینجور گفتم حزب کنسکایی تلاش میکنه که برخلاف سال 57 که یه جریان ارتجایی رهبری در واقع انقلاب گرفت، این بار توده مردم میان، جنبش‌های مختلف میان، ولی حزب کمونیست کارگری سعی کنه با شعارهای چپ و سوسیالیستی و نقشی که میتونه ایفا بکنه، موقعیتی که میتونه ایفا کنه، بتونه رهبری در واقع انقلاب به عهده بگیره، خواست توده‌های مردم رو پرچمش بلند کنه. و توده وسیع مردم انقلاب سوسیالیستی بشه معنیش نیست که توده‌های وسیع مردم سوسیالیست میشن، کمونیست میشن، میگن همه کمونیست. مهم اینه که بگن حزب کنسکایی بیاد سر کار، من زن دیگه بیوقی نمیکشم، من امرم مسئله بیوقی زنه فقط، ولی دیگه بیوقی نمیکشم. اون که اعدام نمیخواد بگه اگه حزب کنسکایی اگر قدرت بگیره دیگه اعدام تو این جامعه صورت نمیگیره. اون که آزادی میخواد، اون که حکومت مذهبی نمیخواد بگه حزب کنسکایی بیاد، من حالا مشکل اقتصادی دارم یا ندارم، ولی مشکل من حکومت مذهبی نمیخوام، بیوقی و ستم مذهبی نمیخوام، حزب کنسکایی بیاد این شعار منو متحقق میکنه. بنابراین به این معنا همگانی میشه انقلاب، ولی مهم اینه که کی انقلاب رو رهبری میکنه. به این نکته دیگه این که در همینجور گفتم انقلاب سلبیه، جنگ آلترناتیف ها که باز اولیچه ها میگن و میگن باید در مقابل راست شعار بدیم و اعتراض بکنیم تا مردم بفهمن ما چپیم و راست رو ضعیف کنیم، ما میگیم اینجور میبازیم، اینجور بازنده ای. انقلاب سلبیه، مهم اینه که کی نماینده مردم، کی بهتر مردم رو در مبارزه با جمهوری اسلامی نمایندگی میکنه، کی نشون میده که اون صلاحیت رو داره، کی نشون میده که قدرت اتحاد و انسجام مردم رو داره. اگه یادتون باشه پارسال که دانشگاه تظاهرات بود، مسیح علیه مسیح علی نژاد شعار دادن، ما گفتیم شعار فوق العاده انحرافیه، تو اومدی علیه جمهوری اسلامی و بیحقوقی زن و حجاب اجباری اعتراض بکنی، میری علیه یه کسی که فعال اتفاقا مدافع به اصطلاح حجاب آزاد یا آزادی پوششه یا علیه حجاب اجباری وایسادی، میری علیه اون شعار میده واسه اینکه تفاوت نشون بدی. مردم نمی‌فهمن این چه چپیه، این یعنی چی، تو با جمهوری اسلامی داری می‌جنگی یا با یکی دیگه که اونم اتفاقا میگه اتفاقا سر حجاب بوده اعتراض، اونم میگه نباید حجاب به اصطلاح اجباری باشه، و یا شعارهایی که علی مثلا رضا پهلوی غیر میده. ما گفتیم ما عمیقا نقد کردیم رضا پهلوی و عمیقا ماهیت راست اینا رو نشون دادیم و تو همین جریان و گفتیم تو جریان انقلاب اینا مرتب زیگزاگ میزنن، مرتب سازش میکنن، مرتب اونا رو افشا کنن، اونجایی که جلو انقلاب و جلو سرنگونی دارن میگیرن و راههای انحرافی میذارن جلو مردم، راههای که متفرق میکنه مردم، پراکندگی ایجاد میکنه، شکاف ایجاد میکنه، اونا رو برو افشا کن.
و اتفاقا همین بارها نشون میدن اینا چون یه ماهیت عمیق انقلابی ندارن اینا، چون واقعا خواهان انقلاب خیابون ندارن، مردم نیستن و میخوان یه تغییرات سطحی ایجاد بشه، دائم تفاوتشون دائم در مقابل انقلاب قرار میگیرن. همین روزهای اخیر رضا پهلوی در مقابل مرگ سلیمانی سکوت کرد، علتش اینه که ناسیونالیست میگه سلیمانی بالاخره ایشون رفته خارج از مرزهای ایران، نفوذ ایران رو و ایرانی رو در کشورهای دیگه زیاد کرده. دو اینکه دائم داره با سپاه پاسداران و ارتش و نیروی مسلح اونا میگه باید نصیحتشون میکنه به جای اینکه بگه باید ارگانهای سرکوب تماما نابود بشن. در نتیجه موند، نه اینکه اون روز مریض بود نمیتونست موضع بگیره، موند چی بگه؟ بیاد علیه سلیمانی بیاد دفاع کنه مثل اردشیر زاهدی. حرف رضا پهلوی رفت زد، گفت ایشون سردار ملیه، فرزند ملت ایرانه، نقش مهمی داشته و کلی با احترام ازش صحبت. رضا پهلوی هم همون موضع داره، منتها اگه اینو بگه رضا پهلوی فعال فرد سیاسی فعال سیاسی دیگه، اگه این بگه آبروش میره، اون هواداراش هم 90% از کنارش میرن کنار، میرن در مقابلش وای میسن، مجبور شد سکوت بکن، هیچی نکن. و دیروز یا پیروز که مصاحبه باش کردن، آدم نمیفهمه بالاخره میخواد چی بگه سر این مسئله، هیچ چیز حرف تندی نمیزنه و جامعه میفهمه، میگه اینا پس زیاد سرنگون طرف نیستن. حزب کنسکارگری وایساد، گفت این آدم تروریسته، در عراق مردم کشته، در سوریه مردم کشته، بچهای مردم کشته، نقش جنایتکارانه در منطقه داشته. خیلی خوب که زدنش، جامعه بدون دنیا بدون امثال سلیمانی‌ها دنیای امن‌تر و بهتری. خب مردم این تفاوت‌ها رو می‌بینن، میگن پس اون حزبی که قاتل وایساده، سرنگونی طلب، کوتاه نمیاد در مقابل تمام مهره های رژیم، با این احساس داره حرف میزنه، این بیشتر حرف دل منو میزنه. میخوام بگم انقلاب سلبی به این معناست که کی بهتر مردم، خشم مردم، اعتراض مردم، نارضایتی مردم نمایندگی میکنه و علیه هیچ جنای حکومت وای کنار هیچ جنای حکومت وای نمیسه، سازش نمیکنه، دوچار لکنت زبان نمیشه. این تو این جریاناتی که این تفاوت ها رو مردم میبینن و متوجه میشن که کدوم جریان حقانیت بیشتری داره و میشه بهش اعتماد کرد و این وسط را به اصطلاح پشت نمیکنه به مردم و یه جو بخواد سازش بکنه. و من وقتم تمام، فقط یکی دو نکته دو سه دقیقه میگم و تمام میکنم صحبت ما. ببینید تو جامعه اینا قبلا هم جریانات دست راستی، جریانات امثال رضا پهلوی، سلطنت طلبه، حال ملی اسلامی ها که بخشی از حکومت بود، اینا رفراندوم رو مطرح کردن. ما گفتیم جامعه ایران رفراندوم بردار نیست، انقلاب میخوان، مردم سرنگونی میخوان، این راه رو جلو مردم نذاریم، نمیگیره. مردم الان دیگه هیچ کی یادش نیست کی رفراندوم گفته و کی نگفته. استحاله گفتن، بیشتر از اصلاح طلبا گفتن، حتی خاتمی اومد سر کار رضا پهلوی پیام تبریک براش فرستاد، چون گفتن ایشون اومده لابد فضای بازی میخواد ایجاد کنه. ما گفتیم با اینا سر تا یک کر باسن، دعواشون زیاد میشه، اتفاقا مردم باید آماده تر باشن، اعتراضات و اعتصاباتشون رو بیشتر سازمان بدن. همین اتفاق افتاد. این اخیرا میگن به اصطلاح اصطلاح دیگه هم دارن، انحلال، انحلال جمهوری اسلامی. باز واسه این که نگن انقلاب، نگن سرنگونی، انواع اصطلاحات رو یا رژیم چنج، همه این راه ها رو بورژوازی ایران، احزاب به اصطلاح دست راستی، احزابی که متعلق به طبقات حاکم هستن، همه اینا رو سالها تبلیغ کردن. بی بی سی و صدای آمریکا و غیر و غیره، یعنی بزرگترین رسانه هم رفتن پشت سرشون، ولی چون خانایی نداره حرفای اینا با جامعه، در نتیجه این حرفا رو جامعه جارو کرد، همه اینا رو گذاشت کنار و گفت انقلاب. و آخرین شعار مردم این بود که نه اصلاح، نه رفراندوم، نه اصلاح، اعتصاب و انقلاب. به نظر من جامعه با این حرفش همین روزهای اخیر جواب همه اینا رو داد. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که یک فضای بسیار پربار، یک فضای بسیار پرتحرک، یک فضای بسیار جالبی از مبارزه طبقاتی تو ایران الان جریان داره، از مبارزه با جمهوری اسلامی جریان داره. جمهوری اسلامی امروز تو اوج زبونی خودش قرار گرفته. اون رجزخانی های در مقابل آمریکا که بزرگترین سردار و محبوبترین سردارشون رو زد و ضربه گنده‌ای زد به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی گفت، در واقع به مردم گفت ببخشید، به هواداراش گفت ببخشید، ما از پسش برمیاییم با آمریکا درگیر بشیم، ولی بالاخره یک کاری باید بکنیم که آمریکا هم حتی بدش نمیاد، ما یک کاری بکنیم که خیلی سرفکنده نباشیم و مردم نریزن سرمون. گفت میریم یه پایگاه رو میزنیم و از قبلم از چند کانال بهشون اطلاع داد. این کل رجزخونی جمهوری اسلامی و انتقام سختی که میگیریم و سه روز رجزخونی کردن و این سردار کی بوده و کی بوده و کی بوده، معلوم شد در مقابل آمریکا هشیزی قدرت نداره خامنه‌ای و جمهوری اسلامی. و این قضیه هواپیما
بیشتر اعتبار آبروی جمهوری اسلامی در اعتبار کنه آبروی جمهوری اسلامی رو برد، بیشتر در واقع ماهیت نشون داد که جامعه ایران به دنیا این دفعه نشون داد بیشتر که مردم ایران واقعا با چه وحوشی سر و کار دارن. و می‌بینیم رسانه دولت غربی رابطه‌شون به برخوردشون تندتر شده به جمهوری اسلامی، رسانه‌ها تندتر و انتقادی‌تر دارن با جمهوری اسلامی برخورد می‌کنن و بهترین زمینه واسه فعالیت ما الان تو خارج کشور، حالا داخل و بحثش نمی‌کنم، در خارج کشور زمینه بسیار مناسبی به وجود اومده که فعالیت اون وسیع منعکس بشه، افکار عمومی حرفای ما رو الان راحت‌تر میتونه بفهمه و بپذیره ببینید ما داریم چی میگیم. و اون که تمام بحثی کردم که حزب کمونیست کارگری واقعا نماینده نخواستن جمهوری اسلامی، نماینده مردم است در مقابل با تمام ارگانهای جمهوری اسلامی، تمام مقرراتش، تمام قوانینش، تمام بی‌حقوقی‌هاش و کل موجودیت جمهوری اسلامی، به نظر من ما در موقعیت بسیار بهترین موقعیت هستیم که تو خارج هم نشون بدیم که واقعا این حزب که صلاحیت داره، شایستگی داره، سابقهش اینو گفته، تحلیلاش اینو گفته که اعتراض مردم رو، مبارزه مردم رو نمایندگی بکنه و انعکاس خیلی وسیعی پیدا میکنه، افکار عمومی خیلی راحت تر میتونه بپذیره، میتونه تظاهرات و اعتراضات بسیار بزرگی بذاریم، هم ایرانی ها استقبال میکنن که کردن هم این روزا و هم افکار عمومی این دفعه بیشتر است. یعنی یه پایه کارمون هم اینه که تو افکار عمومی بسیار بسیار کار متمرکزتر و سازمانیافته تری انجام بدیم. هیچ موقع فضا واسه کار ما به این اندازه مناسب نبوده و انعکاسش هم وسیعا تو جامعه ایران شنیده میشه و موقعیت بهتری به مردم به مبارزه‌شون میده و به حزب کمونیست کارگری. من چند دقیقه از وقتی که قرار صحبت کنم زد بالا، ببخشید، ولی به هر حال امیدوارم دیگه بعد شما فرصت داشته باشین اظهار نظر بکنین، نکات بری مطرح بکنین. خیلی ممنون از اینکه تمام